کنار راندن پاکستان از تلاش‌های صلح افغانستان. اصل دین د سول ټول ابتکارات د افغانستان ته ورته. دست داشتن جاسوسان داخل نظام در حملات انتحاری. کردن جاسوسای دشمن از صفوف دولت افغانستان. این چیزی است که در گذشته صورت نگرفت. با هدف قرار گرفتن ضرب ورودی فرودگاه کابل از سوی یک انتحار کننده. سلام و شبتون بخیر. امروز دوشنبه 19 اسد 1394 خورشیدی است که برابر می شود با 10 آگست 2015 میلادی. با سرویس خبری این ساعتها آریانانی و آریانا خوش آمدید. ابتکار گفتگوهای صلح پس از این بجز از حکومت افغانستان به دست هیچ کشور نخواهد بود. رئیس جمهور غنی با ابراز این مطلب میگوید که پاکستان باید تمامی لانه های حراس افغان و دفترهای طالبان را در کشورش ببندد. در غیر آن حکومت موضع گیری تازه و جدی را روی دست خواهد گرفت. آقای غنی با اشاره به حمله اخیر در شاه شهید کابل خواهان شناسایی عاملان اصلی این رویداد از پاکستان شده است. در همین حال رئیس جمهور تاکید می‌ورزد که پس از این به کسانی که بر ریختاندن خون مردم به ویژه نظامیان افغان دست دارند هیچ ترحمی نخواهد کرد. رفیع صدیقی این گزارش را تهیه کرده است. افزایش ناامنی‌ها و حمله‌های انتحاری به ویژه حمله‌های چند روز پیش در کابل که سبب زخمی و کشته شدن صدها تن در کابل شد، موضع حکومت افغانستان را در برابر این گروه‌ها و سیاست‌های پاکستان جدی‌تر ساخته است. رئیس جمهور غنی می گوید که پس از این از پاکستان نمی خواهد تا طالبان را به میز گفتگوهای صلح بکشاند، بل ابتکار صلح را حکومت افغانستان خود به دست گرفته است. موضوع صلح دوم دور ندارد. قطعا پس لدینه صلح طول ابتکارات در افغانستان دولت لخواهد. هاگه خلق چل پاکستان نموک بانده اعلان ده جنگ کهی ایموگ ده سول شریکان میدیم. در تمام این مدت منتظر بودیم تا طرف پاکستانی اراده و ظرفیت خود را در عمل نشان بدهد. اما پاکستان انوز شاهد برپایی اجتماعات است که ایادی مزدور از آنجا با ما پیام جنگ میفرستند. حوادث دو ماه اخیر به طور عام و روزهای اخیر به طور خاص نشان داد که انوز لانه های تربیت انتحاری و فابریکه های ساخت بم های که مردم بیگناه ما را به خاک و خون میکشند مثل گذشته در آن کشور فعال است. آقای غنی از پاکستان خواسته است تا عاملان اصلی رویداد خونین شاه شهید کابل را نیز شناسایی کند. دا انسان چه و لیگل سو چه بیگناه انسانان قتل عام کی ایده مراکز غوالو ایدوی مقابل که عمل غوالو او عمل واضح غوالو. آقای غنی تاکید می‌ورزد که با توجه به گفته های مقام های پاکستانی که ادعا می کنند دشمن افغانستان دشمن مشترک پاکستان نیز است، این ادعا را ثابت کنند و دفترهای مقام های طالبان و لانه های آنان را در پاکستان ببندند. دلتا ترور دی تعریف دی ترور دی پاکستان پا اساسی قانون که او دی پاکستان دی اردو پا قانون که واضح موک د دغه اصول و تطبیق په حق و خلق و باندې غواړو چې موږ خلق وزنی او دم میارد نور خبری نلرو په دې وخت کې، نه اقتصادی خبری لرو نه فرهنگی خبری لرو هیچ بله خبری نلرو. خبرم یو ده. به تازگی حکومت افغانستان به پاکستان فرصت داده است تا ادعای همسایه نیک بودن و همکاری صادقانه‌اش را به افغانستان برای مبارزه با لانه های حراس افغانی و دشمنان مردم افغانستان ثابت کند. در غیر آن به زودی حکومت افغانستان موضعش را در برابر این کشور اعلان خواهد کرد. با این حال عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی میگوید عاملان اصلی رویدادهای خونین افغانستان جاسوسان در بدنه دولت است.
رئیس اجرایی کشور تاکید می‌ورزد که اگر این جاسوسان از بدنه نظام پاکاری نشوند، حملات حراس افغانانه پایان نخواهد یافت. آقای عبدالله عبدالله در نشست شورای وزیران می‌گوید پس از تشکیل حکومت وحدت ملی، پاکستان یک قدم مثبت هم در مبارزه با حراس افغانی بر نداشته است، بل به گونه علنی میزبان جلسات رهبران طالبان و تجهیز و تنبیل آنان است. احمد فرشاد صالح گزارش می‌دهد. برای نخستین بار است که یک مقام ارشد حکومتی پرده از ستون پنجم در درون دولت افغانستان برمی‌دارد. پاک کردن جاسوسای دشمن از صفوف دولت افغانستان این چیزی است که در گذشته صورت نگرفته و دوام کرده، وضعیت باقی مانده، حالت به حال خود باقی مانده. این مقام حکومتی نیز با این صراحت از کجروی‌های حکومت پاکستان سخن می‌زند که اسلام آباد تا اکنون صادقانه عمل نکرده و به گونی علنی به رهبران طالبان اجازه انسجام می‌دهد. صحبت‌های خوب داشتیم، حرف‌های خوب شنیدیم، اما اونایی که جنایت می‌کنن بر ضد مردم افغانستان تمویل میشن، دروجا تجهیز میشن. بالاخره در وقتی که دو سال خبر مرگ ملا محمد عمر مخفی نگاه میشه، بعد از او آزادانه مجالس میگیرن و دوباره میخواین که امون نامه به یک شکل دیگه توسط یک جنایتکار دیگه یاده کنن. وی با اشاره به مذاکرات اخیر حکومت افغانستان با طالبان در پاکستان میگوید پاکستان وعده مبارزه مشترک با حراس افغانی را داد، اما در عمل با میزبانی طالبان در پاکستان ظرفیت جنگی آنان را در میدانهای نبرد بلند برده است. در جریان حکومت وحدت ملی تحت نام امی جنایتکار مذاکره هم صورت گرفت که گویا کسای آمدن دور میز مذاکره و نمایندگی میکنن از او شخص. دشمنای کشور و اونایی که مزدورای اجانب بودن امی فرصت تاریخی را هم خواستن که به یک خواب سیاه مبدل بسازن. در همین حال آقای عبدالله تاکید می‌ورزد که حکومت در برابر آنان که زیر پرچم افغانستان ایستادند و از حراس افغانی پشتیبانی می‌کنند سکوت نخواهد کرد. او جنایت معادلش است که خائنای به این ملت که در شرایط صلح از برکت قربانی اردوی ملی افغانستان در امیج زندگی میکنن، در امیج از جنایت دفاع میکنن. و اگر ما هم اقدام نمیکنیم در برابر همچون دست ها، در برابر همچون نیروها، بدون شک عمل کرده ما زیر سوال سخت مردم افغانستان قرار میگیره. این اظهارات رئیس اجرایی پس از آن صورت میگیرد که سرپرست شورای عالی صلح با جمع از اعضای این شورا و برخی از علما در نشستی در کابل نسبت به مرگ ملا عمر سوگواری کردند و فاتحه خواندند. در نتیجه حمله انتحاری در نزدیک در ورودی فرودگاه بین المللی کابل، 6 تن به شمول یک سرباز پلیس سرحدی کشته شده و 18 تن دیگر به شمول 3 کودک زخم برداشتند. فرمانده پلیس کابل میگوید حوالی ساعت 12 چاشت امروز یک مهاجم انتحاری موتر مملو از مواد انفجاری را نزدیک فرودگاه بین المللی کابل منفجر ساخت. فاد ناصری جزئیات بیشتر را ارائه می کند. تنها 2 روز وقفه در حملات خونبار طالبان بر پایتخت. مهاجم انتحاری ساعت 12 چاشت دوشنبه با موتر مملو از مواد انفجاریش درب ورودی فرودگاه بین المللی کابل را آماج حمله قرار داد. همانند گذشته آمبولانس ها برای انتقال اجساد و زخمی ها این رویداد به محل رسیدند و نیروهای امنیتی نیز شتابان برای خاموش ساختن وسایط دولتی و افراد ملکی که آتش گرفته بودند دست به کار شدند. هرچند فرمانده پلیس کابل میگوید در این رویداد 21 غیر نظامی به شمول کودکان کشته و زخمی شدند، اما وزارت داخله میگوید افزون بر آن یک سرباز پلیس سرحدی کشته شده و یک تن دیگر نیز زخم برداشته است. یک اراده کرولایی که در دانه دروازه میدان و شما به چشم سر میبینه که فقط وسایط ملکی بوده ایجا، خود انتحار میکنه ساعت 12 و ده که در نتیجه از او 5 نفر از هموطنهای ما شهید میشه و تعداد 16 نفر مجروح میشه.
قدرت این انفجار به حدی بود که شیشه های دکان ها و خانه های محل شکسته و بیشترین تلفات را بار دیگر غیر نظامیان دیدند. در این رویداد همچنان چندین موتر افراد ملکی تخریب شده و شاهدان عینی میگویند افرادی که آتش گرفته بودند را با سطل های آب خاموش کردند. ما که پیش رفتیم همین یک نفر در داخل موتر در میپین آتش ها در گرفت دستک میزد زنده بود. زنده بود همین مردم صدا کردیم یک زنده بری پت سرم زنده است نمورده. ما که با مجرد پیشتیم این خودم هم انداختیم سرش هم انداختیم که امونه بکشیم. هم پلیس ها سر ما فایر کرد فایرهای هایی کرد مردم ها دواندم بیچاره شهید شد. یک دریواری که زخمی بود خودش زخمی بود آمد موتر از آن بعد مامو زخمی هده موتر از آن انداختم رفتم. شاهدان خشمگین و نالان از وضعیت میگویند این مهاجم در حال خود را منفجر ساخت که موترهای زرهی میخواستند وارد فرودگاه شوند. آنان همچنان خواستار استعفای رهبران حکومتند. در بدر کردی مردم افغانستان و فامیلی به گدایی شدن شما. اگر کدا نمیدونید استعفا بدین یک نفر را بیارین که خدمت کنه وطن، یک آمریکایی بیا بشینه فامیلی فقط بذات خدمت کنه. جاده میدان هوایی از پر ازدحام ترین بخش های پایتخت است. طالبان با وقفی یک روزه و با انجام حمله انتحاری دوباره آرامش پایتخت را برهم زدن و بار دیگر بیشترین قربانی را به این رویداد غیر نظامیان پرداختند. فاد ناصری، آریانا نیوز. ادامه سرویس خبری پس از وقفه کوتاه تقدیمتان می شود با آریانا نیوز و آریانا باشید. با ادامه سرویس خبری خوش آمدید. باشنده های کابل می گویند حتی از طرف شب هم در خانه هایشان احساس مسئولیت نمی کنند. ساکنان پایتخت در گردهمایی حکومت وحدت ملی را ضعیف ترین حکومت می دانند که برای تامین امنیت شهروندان ناکام مانده است. همزمان با این ریاست امنیت ملی افغانستان می گوید هراس افغانان قصد دارند حمله های دیگری را هم برای مردم و نهادهای دولتی انجام دهند. نصرت پارسا این گزارش را آماده کرده است. حالا کابولی ها از طرف شب هم احساس آرامش نمی کنند. زیرا انفجار شاه شهید، اکادمی پلیس و قصبه کابل بسیاری ها را شوکه ساخته است. آشیان ما همه برباد رفت، کودکان را مادران از یاد رفت. او وطن فروش است، وطن فروش است، وطن سودا کنن، پیمان امنیتی امضا کنن، کجاست پیمان امنیتی؟ کاری که من میتونم مده خدمت هست. شما فقط امیقه کنین، ما را اذیت نکنین، فقط امنیت ما را بگیرین. از اینکه حکومت وحدت ملی در تامین امنیت شهروندان تا حال ناکام بوده است، اینان بخش های نارام افغانستان را به اداره خودگردان فلسطین تشبیه می کنند. ما در اختلاف زخمی میشیم، ما در اختلاف اداره خودگردان فلسطین جور شدیم. خط صلح را می خواهیم با کسایی که به نام تروریسم است و خون مردم افغانستان را می ریزانه. دو، یک عملیات طرح‌ریزی، یک عملیات شدید نظامی بر علیه کسایی که سلاح به دست دارند و می خواهند با استفاده از بم افغانستان را از بین ببرند. در این خانه یک محبت زیبای خانوادگی وجود داشت. زنان، کودکان و مردان همه در خواب بودند که فقط صدای یک انفجار بسیار قوی همه چیز را تمام ساخت. این انفجار خانه را بالای تمامشان هموار ساخت و زندگی بسیاری ها را گرفت و صدها تن دیگر را این رویداد مجروح نمود. نصرت پارسا، آریانا نیوز. بنیاد بیات در ادامه همکاری‌هایش با معارف افغانستان این بار بخش کتابخانه یک مکتب دخترانه را در کابل تجهیز کرد. مسئولان در این مکتب میگویند با تجهیز شدن این کتابخانه 70% مشکلات دانش آموزان مرفوع شده است. باز هم نصرت پارسا گزارش می‌دهد. از اینکه کتابخانه مکتبشان تجهیز شده است، خرسندیشان را با تقدیم شاخه‌های گل به مسئولان بنیاد بیات ابراز می‌کنند. بنیادی که برای نخستین بار کتابخانه این مکتب را با کتاب‌های گوناگون تجهیز ساخت. از این پس دانشجویان این مکتب نیاز ندارند برای دریافت معلومات اضافی و مطالعه به بیرون از مکتب مراجعه کنند. خودم در اینجا کارت کتابخانه را دارم و از کتابخانه گذشتیم ما کتاب‌ها را می‌گرفتیم و می‌خوندیم و دوباره تسلیم می‌کردیم. ان شاء الله که کتابخانه تجهیز شده ان شاء الله کتاب‌های نو شاید آمده باشه که ببینیم و ازش
استفاده مفید است. ما از کتابخانه بسیار خوش هستیم و مشکلات زیاد ما را حل میکند که ما همه مشکلاتی که داشته می باشیم در هر مضمونی که باشه، چه دری باشه، چه پشتو باشه، ریاضی باشه و هر مضمونی که باشه، ما توسط این مشکلات خود را کتاب های ایران زیادتر میبریم و ازش استفاده درست میکنیم. رئیس بنیاد بیات کمک به معارف افغانستان را بخشی از فعالیت های این بنیاد عنوان میکند. میگوید قرار است این کتابخانه بیشتر از این تجهیز شود. این برای ما بسیار جای افتخار است. ما تونستیم امروز یک کتابخانه افتتاح بکنیم که در هو اگرچه فعلا کتابایش کم است، ما مطابق نو وعده کردیم که کتابخانه را انکشاف میدیم و بیش از 2500 تا 3000 جلد کتاب خدمت عزیزان ما تقدیم میکنیم که اینا بتونن برای بهبود و برای بلند بردن سطح علمی خود از او استفاده بکنن. حالا دست کم 70% نیازهای این مکتب در بخش کتاب مرفوع شده است. مسئولان مکتب دخترانه رحمان مینا در ساحه کارت نو کابل میگویند بنیاد بیات نخستین نهادی است که برای تجهیز کتابخانه این مکتب آمده است. ما قبلا کتابخانه نداشتیم، یک تعداد کتب بسیار کم از نزد شاگردان معلمین جمع کرده بودیم که بسنده نبود و انشالله با آغاز این اتاق و ایجادش میشه که تقریبا 70% مشکل شاگردان و معلمین و کل کارمندا رفع شد. از لحاظ از اینکه ما باید فرهنگ مطالعه را در مکتب، در جامعه، در خانواده خود داشته باشیم. این بنیاد فعالیت های خیریه اش را بیشتر از یک دهه می شود در افغانستان ادامه می دهد. بنیادی که تنها در بخش کمک به معارف تا حال چندین مکتب اعمار کرده و نیز هزاران جلد کتاب را برای مکاتب مختلف اهدا کرده است. خبرهای خارجی که به همکاری رادیو آزادی تهیه شده بود به نسبت ازدیاد خبرهای داخلی از نشر باز ماند. اما بیننده خبرهای اقتصادی اطلاع حسات بعد باشید. وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید تلاش دارند تا در تولید برق در کشور شرکت‌های خصوصی را نیز سهم دهند. مسئولان این وزارت یادآور می‌شوند که در زمینه سرمایه‌گذاری در پروژه‌های تولید برق با شرکت‌های هندی نیز صحبت کردند. افغانستان در حال حاضر بیشترین استفاده خود را از برق وارداتی می‌کند که بر اساس آمارها سالانه 250 میلیون دلار به کشورهای بیرونی پرداخت می‌شود. با این حال وزارت آب و برق در نظر دارد تا با شریک ساختن بخش خصوصی در تولید برق افغانستان به این مشکل رسیدگی کند. مارکتی بشه که در دو سکتور خصوصی از بخش های مختلف بیاید سرمایه گذاری کنه. وقتی که مارکت یک مارکت رقابتی شد، مطمئنا این میتونه تأثیرات بسیار مؤثر روی کیفیت و قیمت داشته باشه. سخنگوی وزارت آب و برق نیز میگوید در راهکارهای جدید سهولت های برای سرمایه گذاران خصوصی نیز در نظر گرفته شده است. مطابق قانون تنظیم خدمات برق در واقع این بخش خصوصی میتونه که در بخش تولید، توزیع، انتقال، واردات، صادرات و حفظ و مراقبت از پروژه برق در واقع سرمایه گذاری کنه. گفته می شود افغانستان یکی از کشورهایی است که منابع بزرگ آبی را در خود دارد. اگر درست مدیریت شود، ضمن ایجاد خودکفایی این کشور به صادرکننده بزرگ برق نیز مبدل خواهد شد. حالا توجه کنید به نرخ شماره از اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای کابل. یک دلار امریکایی 62 افغانی و 70 پول، 1 یورو 68 افغانی و 10 پول، 1 پوند انگلیسی 95 افغانی، 1 درهم امارات 16 افغانی و 75 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 50 پول و 1000 کلدار پاکستانی 601 افغانی.